خب درود دوستان، شب شما بخیر، خسته نباشید. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و روزگار به کامتون باشه. خیلی خوشحالم از اینکه امشب هم در خدمت شما هستم. امیدوارم که تا پایان این مجال همراه ما باشید و از مجموع برنامه ای که همکارانم برای شما تهیه و تدارک دیدن کمال استفاده رو ببرید. خب در ابتدای برنامه بذارید من این کامنت ها رو ببندم که این پشت مشخص بشه. دوستان به قول خودشون عمل کردن، دوستان سردبیری زحمت کشیدن، به خودشون فشار آوردن، قولی که داده بودن به هر حال این قولشون عملی شد و همینطور که دارید مشاهده میکنید ما خلاصه پرچم زیبای سرنگ شیر خورشید کشور عزیزمون ایران رو آوردیم و خلاصه اینجا هم نصب شد. از این بعد دیگه ما در خدمت ایشون هستیم. خیلی هم از این بابت خوشحالم. ایشون یکی دو تا از این پرچم‌های رومیزی هم گرفتن آوردن که جا داره ازشون تشکر بکنیم. به هر حال یک بار قول دادن، به قول خودشون عمل کردن. آقا ما خیلی مخلصیم از اینکه امشب هم با شما هستم. خیلی خوشحالم از اینکه یه سری اتفاقات جالبی امروز افتاده. باز خیلی خوشحالم. دست یکایک شما عزیزان رو میبوسم. دیدم خیلی ها به من پیام دادید که این سردار سپاه شما رو تهدید کرده و فلان. خب بارها و بارها در این چندین سال چه تهدید میدانی کردن، کاربردی کردن، مجازی کردن، دیگه برای ما خلاصه دیگه آب از سر ما گذشته. حالا میخوان هر کاری بکنن. واقعا وقتی من میدونم راه درستیه، وقتی میدونم کاری که دارم میکنم کار درستیه، مطمئن باشید که من اصلا نگران نخواهم بود. البته دوستان عزیزی هم هستن که به ما لطف دارن، اون بحثای حفاظتی و اینها رو همیشه به من گوشزد میکنن، میگن باید چیکار بکنیم چیکار نکنیم، ولی خب اون برای قضیه هم میگه. به هر حال دوستان باید پیدا بشن افرادی که بخوان روبروی این جنایتکاران آخوندی بمانن. من وقتی به اینها میگم که این رژیم رژیم فاسده، این رژیم رژیم جنایتکار، این رژیم رژیم تروریسته، شما باید به صورت کاربردی هم لمسش بکنید. نمیشه که من فقط بیام اینجا بگم آره اینا این کارو کردن و فلان. نه خب ما تا به امروز از انواع و اقسام اینها فیلم گذاشتیم دیگه، از چه میدونم گروه های آخوندی اینها اون فیلم باجناخ ها رو گذاشتیم، از گروه قاریان قرآنشون که مشاور رهبری و بلبل بیت رهبری بود، داشت عمل استملا انجام میداد تو اتاق کنار منقل وافور، اونو گذاشتیم. یا یکی دیگه یک خانوم آورده بود تو خونه، اونم قاری پیشکسوت و بین المللی کشور بود که داشت باشون کارا رو میکرد، از جفتشون هم نشئه کرده بودن. و بعد از اون آمدیم چه میدونم از مسئولین حکومتی گذاشتیم، مثل ثقتی، مثل اون معاون وزیر، مثل خیلی های دیگه، محافظ قالیباف و نمیدونم کسای دیگه. بعد آمدیم از سرداران سپاه گذاشتیم که همین معاون پیگیری های ویژه قالیباف سردار آبرومند بود، اون رو گذاشتیم. و حالا ما از دیشب هم آمدیم به شما قول دادیم که آقا یکی دیگه از سرداران هست، مسئولیت داره، فلان داره، اینها این کار رو کرده با نه با یک نفر، نه با دو نفر، نه با سه نفر، نه با چهار، با 8 نفر. و دوستا جالبم اینجاست، حالا اگر مثلا زنی رو میگرفت یه صیغه ای میکرد یا یک دختری اگر بود باشه، شما 8 نفر رو رفتی از زنان همکاران خودت، یعنی سپاه تو سپاه، منفی در منفی مثبت، رفتی از همکارهای خودت رو برداشتی آوردی ترتیبش رو دادی و که دیگه با همینجور که قولش رو به شما داده بودیم ساده خیلی زحمت کشید. این فیلم دوستان یه چیز حدود 2-3 ساعت بود دیگه، نمیدونم از غذا خوردنشون، از خوابیدن کنار هم و از نمیدونم خیلی داستان ها بود. من گفتم آه چند دقیقه از این قسمت هایی که باید مردم بدانن که اینها کثافت هستند رو بذارید، که صادق زحمت کشید، مونتاژ قشنگی هم کرد، خیلی هم بازخورد داشت. و جالبم اینجاست که آخرین اخبارم که فوری بچه های مهندی هم رضاینه تو کانال گذاشتن اینه، ساعتی قبل سردار حاج حسن ابراهیم پور مدیر پروژه های عمرانی ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منزلش واقع در تهران شهر جدید پرند فاز 1 خیابان علامه جعفری خیابان سفیدار نبش بچه ها، یعنی تو سوراخ سنبه طرف هم رفتن، سفیدار 1 توسط مامورین حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت و به مکان نامعلومی برده شد. نکته قابل توجه این که امروز پس از انتشار فیلم غیر اخلاقی این سردار سپاه از رسانه رادیو گیلان به همکارانش در پروژه‌های عمرانی تحت مسئولیت وی اطلاع داده شد که از این ساعت نام برده از کلیه مسئولیت‌هایش بر کنار و وظایف وی به معاونش انتقال داده شده.
برای من جالب بود، داشتم تو ماشین الان می اومدم، بچه‌ها زنگ زدن گفتن یه اتفاق افتاده گزارشو بذاریم، گفتم آره حتما این کارو بکنین. بعد یه سری سوال از اون رابطه اون پرسیدن، گفتم آیا همسر ایشون هم رو گرفتن دیگه طبیعیه، گفتن نه همسر ایشون رو نگرفتن. خب و جالب اینجاست که اون خانومی که داشت باهاش کشتی کج میگرفت و همسر آقای علی نیا بود فکر کنم، الان اینجا اسمش هست، میخوام در مورد این به شما خیلی چیزا رو بگیم، اون خانوم رو هم دستگیر کردن. خب یعنی این سردار سپاه دستگیر شد همین لحظاتی قبل و اون خانوم خپلی که با این داشته اونجا کشته کج میگرفته اون رو هم دستگیر کردن، ولی همسر ایشون رو دستگیر نکردن. به هر حال اما و اگرهایی داره. یک نفر امروز یه سری سوالات از من پرسید در همین خصوص، بذار این سوالش رو من بخونم جوابش رو الان بدم، شاید هم سوال خیلی از شما عزیزان بیننده باشه. نوشته سلام جواب بهبودی، سپاس از شما بابت ادامه افشاگری علیه سرباران فاسد سپاه. گفته میشه که سرهنگ مهر علی نیا، آره همین علی نیا بود که من دیشب داشتم در موردش صحبت میکردم، امروز یک سربازی با من ارتباط گرفت و برگشت که آقا پیرو من تا همین چند وقتی پیش اونجا سرباز این آقا بودم، شما چند ماه پیش نبودم، حالا مثلا این که دو سه ماه پیش نبوده، لابد حالا 8-9 ماه پیش 10 ماه پیش اینا، میگفت که تا اون موقع که ما اونجا بودیم من بعضی وقتا کار مثلا یه سری کارهایی رو انجام میدادم، بچه های ما یه سری کارهایی انجام میدن، بعد تو مثلا آسایشگاه میرفتیم شب میخوابیدیم و اینها، بچه ها میگفتن آه میدونیم این علی نیاد مثلا براش 20 سال بچه نمیشده، یهو دو تا بچه پشت هم براش شده. آقا پیما الان شما برگشتید گفتید که نمیدونم این زن سرهنگ علی نیاز رابطه با این داره، من به شما قول میدم اون دوتا بچه مثلا بچه جناب سرهنگ علی نیاز نیست. چرا ما همون موقع میگه بچه رو میدیدیم نه شبیه مامانش بود نه شبیه باباش، فکر کنم اون بچه بشه بچه این جناب آقای سردار، یعنی خاک بر سرتون. میدونیم ما که ادعای خدا و پیغمبری و خامنه‌ای به شما میگفت، شما سبزپوشان میرزاگول هستید، اون میرزاگولی که قرار شب جمعه بیاد قرار شما بشید سربازان اون و فلان اینا، سربازایی که اون میرزاگول داره همه بکن و بزن و فاسد و کثافت که شما باشید، وای با حال اونی که میخواد از پشت ابرها با شمشیر دولبه با اسب سفید شاخدار بلند شه بیاد دیگه، تا آخرتون مشخصه، تا اون تهتون مشخصه. این برام خیلی جالب بود، میگفت که این دوست ما نوشته، نوشته بابت از شما تشکر میکنم، گفته میشه که سرهنگ مهرعلی نیا قبلا در بخش مالی بنیاد تعاون سپاه مشغول بوده و از دوستان سردار جعفری بوده، سردار جعفری که یه زمانی فرمانده سپاه بوده، پس در نتیجه میشه گفت نه باند جعفری نزدیک بوده به باند، پس در نتیجه میشه گفت به باند جعفری نزدیک بوده و احتمال داره که این فیلم با هدف تصویه حساب‌های باندی تهیه و منتشر شده، ولی کدوم باند بوده مشخص نیست، شاید باند قالیباف بر علیه باند جعفری چنین اقدامی کرده در تلافی افشاگری‌های قبلی شما علیه سردار آبرومند، و یا شاید هم در نتیجه سرخوردگی قالیباف و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری. اما از دو مورد مطمئن شده، این که آیا همسر اصلی همون سردار فاسده تو خونه مجردیه یارو دوربین گذاشته که بی آبروش کنه یا ازش انتقام بگیره و بهانه برای جدایی داشته باشه، و دوم این که آیا زنی که در ویدئو دیده میشه حتما زن همون سرهنگ مهرعلی نیاز و یا یک پرستویی که به طور موقتی صیغه یارو شده، و آیا دوربین مخفی را هم خودش بالای تخت گذاشته. دوستان حالا که اینجوری شد، شما دارید قضیه رو خیلی پلیسیش میکنید و فلان، بذارید من کل ماجرایی رو که میدونم به شما بگم. اولا من دیدم تو بعضی از این کانال ها آمدن گفتن که آقا این فیلمو خانومش گرفته و داده دست پیمان بهبودی. من اصلا خانوم ایشون رو نمیشناسم، همین الانم برای من جالبه که چرا همسر ایشون بازداشت نشده. این خونه مجردی نیست. من یه چیزی رو بذار اول کلی بگم، اصلا کار ندارم اینها چه باند باشن، چه از سر لج و لجبازی باشه، چه از سر گروه سردار قالیباف با سردار جعفری باشه، بخوان هر بلایی سر هم دیگه بیارن، این فعل از نظر همین حکومت کثافت‌های آخوندی فعل حرامه. خودشون گفتن 4 نفر شاهد عاقل و بالغ ببینند حکمش چیه؟ حکمش سنگساره، هم برای اون زن هم برای اون
سر جناب سردار. خب الان نزدیک به 1,000,000 آدم دیدن دیگه، 4 نفر ندیده. پس الان باید یه بلایی سرشون بیاد. حالا گرفتید اینو، برداشتید بردید به یک مکان نامعلوم و پست و مقامش رو گرفتید و اینها، این نه اولیش بوده نه آخریش. ما تا حالا فیلم کلی از اینها رو گذاشتیم دیگه. شما هد شما اون سردار کی بود؟ آبرومند بود که ما اونجوری فیلماشو پخش کردیم با اون زن فاحشه، زن صیغه فاحشه دومش، اون یکی دختره نمیدونم نماینده مجلس بود، یا خود محافظی که علی قالیباف رو تو تمام ادارات و تشکیلات و گرد همایی ها بغل میکرد، نمیدونم همیشه کنارش بود. اون کثافت کاریاشو برید تو رادیو گیلان نگاه بکنید ما چه چیزهایی از اینها گذاشتیم. برای ما مهم اینه که در نظام جمهوری اسلامی که اینها به دو خال موی زنان ما، دختران ما، نوامیس ما گیر میدن و میگن شما نباید این کارو بکنید، بعد این حرامزاده ها چرا میرن پشت پرده کاری رو میکنن که اونا کرک و پرش میریزه. ما اگر این فیلم ها رو پخش میکنیم، عمدن پخش میکنیم، بگم من نه این سردار بار رو میشناسم نه اون یکی سربار رو میشناسم. خیلی ببخشید این سربارا تخم شما مردم ایران هم نیستن. من اینها رو اگر ببخشید تو مستران باشم ببینم بلند نمیشم. برای من اینها اصلا محلی از ارزش، برای من و علی خامنه ایش ارزش نداره تا برسه این گند و کثافت ها. ولی اگر اینها رو ما پخش میکنیم، ما یه 5,000,000 گوسفند و احمد و عوام بی بصیرت داریم که باید اینها ببینن و واقعا به اون راه راست خلاصه هدایت بشن، بیان سمت این 80,000,000 مردم ایران. اما بذارید از این داستانش من بگم اصلا چی بوده این داستان. این جناب آقای سردار کنا عکسش هم بچه‌ها پخش کردن دیگه. خیلی هم گفتم عکسش رو عکس واضح بذار چون تو اون فیلم داره مثلا چکش میزنه فلان، خیلی حرکتش سریع ما نمیتونیم شناسایی بکنیم. بچه‌ها دیگه خلاصه لقمه کردن دیگه برای شما، عکس هم گذاشتن. و داستان اینجوریه، این سردار کثافت میگن دست بزن داشته. اینو بالا اون عواملی که این فیلم رو در اختیار ما گذاشتند و اطلاعاتی رو که به ما همجوری که یه فیلم نمیگیریم پخش بکنیم، مخصوصا من خیلی حساسیت به قضیه دارم، من تا سوراخ سنبه کار رو درست نیارم تا ندونم داستان چیه ماجرا چیه که فیلم پخش نمی کنم که. و جالبم اینجاست ما دیشب به شما قول دادیم این فیلم رو پخش میکنیم، من تا صبح پخش نکردم. چرا؟ من قرار بود عکس طرف برای من بیاد به دستم که 7-8 از عکساشو فرستادن برای من، من قشنگ همه رو اوکی کردم، خیالم جمع شد، راستی آزماییاش هم انجام دادم، بعد پخشش کردم. که حتی امروز منو تهدید کرد که ما میایم همون وقت که هر جایی که هستی تو رو میکشیم فلان میکنیم و اینها. من حتی به بچه‌ها گفتم یه نرم افزاری هست که یکی از شما بینندگان عزیز که همین رشته کامپیوتر آی تی میخونید به ما این رو دادید و برای ما خیلی جالبه، خیلی هم به درد ما میخوره. این ربات حالا یا این نرم افزار هر چیز که هست، کسی که به شما پیام میده نه عکسش هست نه اسمش هست نه شماره تلفنش هست، وقتی این رو وارد اون ربات میکنی شماره تلفن رو میده که از کدوم شماره تلفن بهت پیام داده، اسمش چیه، مال کجاست. ما امروز وقتی این اتفاق افتاد این کار رو انجام دادیم. من دیدم جالبه، همین حرامزاده است که شکار زده بود اول سر صبح ما این فیلم رو پخش کردیم به من پیام داد، که تو رو میگیریم تو رو میکشیم فلان میکنیم. من موندم برای چی کردن رو تو زنا رو تو کردیم. تو سردار سپاهی، پیمان بهبودی اگر فردا یه کاری بکنه مجرده، هیچ کس باهاش نیست، تنهاست، میتونه هر کاری که دلش بخواد، ولی مثل شما حرامزاده نیست 8 نفر رو قطار بکنه این کار رو بکنه. خب آدم با یک نفر حرامزاده، تو یک زنی داری. من دیدم برای من اینجوری تهدید نوشت، تو منو فلان فیلم منو پخش کردی، من تو رو فلان میکنم. من در جواب براش نوشتم که عزیز من، خداوند به تو یک باغ زیبایی داده، منظورم زنش بود، ما عکس زن پنش هم گرفتیم ولی پخش نکردیم. گفتم خداوند به یه باغ زیبایی داده، تو همین باغ رو برو شخ بزن. حرامزاده چرا میری باغ همسایه رو شخ میزنی؟ یعنی چرا میری با زن ناموسدار دیگری، اونم چی تو خودتون؟ شما چه دل جرأتی دارید شما حرامزاده ها؟ آخه وقتی به فلان جای خودتون رحم نمی کنید، بعد میخواید به مردم ایران رحم بکنید؟ نمی کنید شما کثافت ها. من وقتی اینها رو داشتم میدیدم یاد صحبت‌های خانم یلدا دهخانی افتادم، یاد بلایی که شما سر نیکا شاکرمی آوردید افتادم، یاد دختران با ناموس کشور ما افتادن که شما بی ناموس ها چه کارهایی باهاشون کردید و بعد آمدید کلن زدید زیرش، گفتید نه ما خدا پیغمبر میشه. شما حرامزاده خدا پیغمبر اگر میشناختی که زن جناب سرهنگ که با تو خورده با تو زده همکار، زن ترتیب زن اونو نمیدی،
خب لااقل میرفتی یه متعلقی به قول این آقایی که الان نوشته سیغه ای پیخه ای یه کاری میکردی شرعیش میکردی قضیه رو. خب حالا اینو میخواستم خدمت شما عرض بکنم، ظاهرا این جناب آقای سردار که عکسش هم خیلی کثافتی بود به قیافش هم میخوره، میگن دست بزن داشته و همسر خودش رو به کرار میزده. خب وقتی میزده یعنی یه جای کار میلنگه، وقتی تو میخوای با یک نفر، خدایی تو یک نفر، همسر آدم، زن آدم کنار آدم باشه، یعنی خدای آدمه، همه کس و کار آدمه، آدم اون یک نفر رو داره و بس. وقتی تو اون همسر رو را به را میزنی، از خونه میندازی بیرون، یعنی یه جای کار تو میلنگه. این حرامزاده بارها و بارها این زن رو این کار میکرده، میزده و مینداخته بیرون. این دوست ما نوشته اینجا شاید هم ویلاش باشه، ویلاش نیست عزیز من، خونه خودشونه. اطلاعاتیه که همسرش با این فیلم برداشته بود برای حراست اون ستاد مشترک برده بود. این فیلم قبل از اینکه به دست ما برسه رفته بود دست نیروهایی که این کثافت اونجا مدیر اون پروژه نمیدونم چی بود، حالا اسمش هم اینجا هست و اینها. خب این فیلم رفته اونجا، زنه رفته اونجا با گریه و زاری ثابت کرده. ظاهرا این خانم هر باری که مینداخته از میزده از خونه مینداخته بیرون با بچه‌ها میگفته برید مثلا فلان، بنده خدا خانومش قزوینی بوده، خانومش قزوینی بوده از تهران، حالا اون آدرسی که داشته و فلان، میرفته پیش پدر مادرش قزوین، این خیالش جمع میشده که خونه خالیه، خلاصه قطار میکرده این زنان سرهنگ ها رو، سردارا و سروانا رو برمیداشته، سرگردا رو میآورده تو خونه، یکی یکی جابیج میکرده. و جالب اینجاست یکی دو بار همسرش که میدیده چند روز گذشته اصلا این به ما نمیگه بیاین خونه و نیاین و بیاین و فلان، این به صورت سرزده چون کلید دوم خونه رو داشته میآمده خونه که وسایل برداره دوباره برگرده با یکی از بچه هاش که اون بچه هم میگن رشته کامپیوتر میخونده، میاد به هر حال بابا جا تخت تو خونه یک آدم نامحرم وقتی وارد بشه بره بیرون. زنان ما ماشاءالله اینقدر تیزن، اینقدر چه میدونم کاراگاهی برخورد میکنن، یه زن سایش تو خونه بیاد بیرون طرف میفهمه. چرا؟ چون اونجا داره زندگی میکنه، زندگیشو اون زن گذاشته. و جالب اینجا زنه میگه که من یکی دو باری که رفته بودم تو خونه، این چندین بار در این یکی دو سال اخیر من رو زده بود، میگه مخصوصا برای زمانی بود که این مسئولیت گرفت، میگه قبلا تو معاونت اطلاعات سپاه بوده، ما اصلا نمیدونستیم چه کار میکنه چه کار نمیکنه، بعد از اونجا آمد تو بنیاد تعاون ستاد مشترک و افتاد تو پول و نمیدونم بخور و بگیر. حالا در مورد این خیلی چیزا امروز اطلاعات به دست من رسید که اینا برای این پروژه نمیدونم ساخت همین آخرین پروژه‌ای که داشتن عمرانی بود چقدر افغانی‌ها رو گرفته بودن توی سوله، خیلی عذر میخوام ببخشید، مثل حیوان میگه اونها رو نگه میداشتن، نه آبی نه غذای اینها، و نصف پول کارگر ایرانی به اینها پول میدادن، اینها رو میبردن سر پروژه ها جاده کشی بکنن، نمیدونم فاضلاب کشی بکنن و فلان. این میگه تمام این کارها رو این حرامزاده کرد و فاکتور بعد با اینها قراردادهای خودش امضا میکرد، خودش قراردادهای آنچنانی میبست به اینها بدون قرارداد پول میداد به این افغانی ها، همین سردار کثافت. زنه میگه چند باری که من بلند شدم آمدم تو خونه که ببینم وسایل بردارم برم و الا، میگه مشکوک شدم به وسایل خونه، به اصلا یک جوری بود این حال هوای خونه، مثلا حال هوای درست حسابی نبود مال زمانی که ما بودیم. میگه من آمدم دیدم این تخت ما هم یک جوریه، میگه بلند شدم رفتم نگاه کردم دیدم رو تخت ما موهای زنانه هست که موی من نیست، موهای زنانه ای هست که موی من نیست. میگه یکی دو بار این بیچاره این مو رو برداشته بود داخل پاکت کرده بود، آمده بود برای حراست همین ستاد مشترک، حالا حفاظت حراست کجاست، بارها و بارها گفته، اونا گفته بودن که حاج خانوم، ای به حاجی خانوم شما چرا افترا میزنید، جناب سردار اصلا سربار نمیدونم علیه السلام ما پشتش نماز میخونیم فلان، یه حرفا رو نزن. زنه به خاطر اینکه ثابت بکنه بچهش که رشته کامپیوتر میخونده که کارهای الکترونیکی اینا بلد بوده، میان چیکار میکنن، یه دوربین میگیرن، از این دوربین چشمی ها کار میذارن. این دوربین هم یکی الان اینجا نوشته آقا بالای تخت گذاشتن، بالای تخت نبود، اینا خونه جون دوبلکس بوده،
اون بالای از این پله پاگرد پله که داری میری بالا از این چوب چوبی ها چه میدونم اینجوری برای قشنگی برای حفاظی که طرف نیفته و اینا این اون گوشه کار گذاشته بوده ولی سوراخو خوب نشونی نگرفته بوده. اگر دیده باشی تو فیلم قشنگ وسط کادر هنرنمایی های شوهر این خانوم مشخص نبود جناب سردار. به هر حال این فیلمو میذاره به خاطر اینکه ثابت بکنه به اون گروه و اون تشکیلات و فلان اینها که این فاسد اینهاست. و جالب اینجاست این فیلمو میگیره، این ماجرا ماره چند ماه پیشه، فیلمو میگیره برمیداره میبره برای همین ستاد مشترک به همین حرامزاده های سردار و سپاه و سرهنگ و اینها نشون میده، میگه آقا نگاه بکنید این اینه، شما میگید نیست و فلان و بسار و اینها اینجوریه. بعد جالب اینجاست کاشف به عمل میاد، اون گروهی که اون موقع اونجا بودن همه با این سرشون توی آخور بوده، همه با هم داشتن میخوردن، گوش میدید؟ همه چون داشتن با هم میخوردن درآمد میلیاردی و آنچنانی داشتن، نمیخواستن این دوز رو از اینجا از ریاستش اینو بردارن، گفتن اشکال نداره حاج خانم ما پیگیری میکنیم، بعد ایشون حتما فلان میشود، حتما بسار میشود و الی که میرن به مرده میگن به همین سردار آقا بیا مثلا خانم این فیلمو گذاشته و فلان. ولی این فیلمی رو که اینها احمق بودن کار با کامپیوتر رو خوب بلد نبودن، این فیلمی رو که این بنده خدا حالا نمیدونم تو فلپی تو چیپ تو نمیدونم کول دیسک نمیدونم تو چی به اینها داده بود، این فیلمی رو که گرفته بود، اینها وقتی وارد کامپیوتر رسمی خود همون سپاه میکنن میره یک جایی سیو میشه، میره خدا میخواد یک نفر و طبیعت میخواد یکی رو بزنه اینجوری میزنه. یعنی مرده به گور پدرش میخندید اگر میدانست یک روز این فیلم قراره دست پیمان بهبودی بیفته. و جالب اینجاست این فیلم اونجا سیو میشه، حالا این گروه ها هی عوض میشن، بچه های فناوری چون میدونی اینا هم اینقدر حرامزاده بودن سرباز امریه میگرفتن، بچه های کارمندی دفتری فلان نیرو نمیگرفتن یه سرهنگو بیارن مایی 5 میلیون بدن، کارگرا رو میآوردن مایی با 5-6 میلیون پول کرایه راشون رو میدادن فلان. حالا اون کسی که تو این ادوار آمده اونجا مسئولیتی گرفته چه میدونم تو کار دفتر بوده کامپیوتر بوده فلان بوده، این فیلمو دیده، این فیلمو دیده، حالا نمیدونم دیگه چه اتفاقاتی افتاد، به هر حال این فیلم رسید دست ما با یک گزارش بلند بالا، با یک گزارش بلند بالا که آقا این کار کرده اینجوری اینجوری. منم اصلا کار ندارم، یعنی اگر ما در روز الان اون لپتاپی که اینجا هست من گفتم هزاران فیلم سکس مثلا آدم ها توشه، توشون بازاری هست، توشون پیمانکار هست، توشون نمیدونم این رؤسای زپرتی مثلا یه شهر هست، اینا به درد ما نمیخوره، ما میگردیم دنبال آدم های کله گندو گردن کلوف که گند و گوز و ادعا دارند. فردا یه نفر بره فیلم چه میدونم بقال سر کوچه رو بیارم به درد من شما نمیخوره، اصلا به من ربطی نداره مسائل اون چی کار میکنه، یا فلان خانوم رو بیاره آقا رو. ولی وقتی شما برید فیلم یک سرهنگ رو بیارید مثل اون سرهنگ دقیقی بیناموس که فیلمش رو پخش کردیم، اول گفت فضای مجازیه، بعد اول گفت هوش مصنوعیه، بعد ما بخش دوم فیلم رو که تو توالت نیروی انتظامی ببخشید داشت این خروس میزد و فلان اون رو پخش کردیم و اینو کلن اصلا میخواست نماینده بشه کاراش هم تموم شده بود، اینا یه رد صلاحیتش کردن دیگه نتونست بگه این فوش مصنوعی بود و فلان. ما وقتی آدم هایی که تو خود حکومت هستن خودشون رو علیه السلام میدونن، تو این مراسم برو بشین نوحه بخون سینه بزن فلان بکن مردم رو امر به معروف بکن، بعد پشت دست خودشون حرامزاده و کثیف هستن، ما مخلص اینجور فیلم ها هستیم. یا ماجرای اون معاون وزیر ارتباطات و اطلاعات چی بود، اون رو مثلا پخش کردیم، خودش زن داشت به نام فاطمه، آمده و زن دختر یه زن شوهردار مرده رو برد بود بالای تهران و درکه برکه سفرخانه نشست و میگه من فاطمه رو نمیخوام من تو رو میخوام، آخه بی ناموز تو معاون وزیری، بعد برای خود زن داری فلان داری داری زندگی تو میکنی، اومدی میگی من نمیخوام من تو رو میخوام، اون میگه آ من شوهرمو چیکار کنم، گفت من اونو نمیدونم شوهره رو ول کن. خب اینا اگر از یه آدم عادی ببینیم میگه آ عادیه نمیفهمه فلانه بساره، خوش میدی جایز الخطاست، ولی وقتی تو معاون وزیری قبلش هم پاسدار بودی یا تو که سردار سپاهی، بعد جالب اینجاست این تو این گزارشی که دست من اومده میگه آ یکی از کسایی که هر ساله باید بره این 40 فلان میرن تا کربلا پیاده میاده و اینها،
میگه میره و مرقد امام پیاده و با پای برهنه. خواه شما به این آموزایید که این مملکت رو به گوه کشیدید که هر چه سریعتر باید شما سرنگون بشید. یکی میگفت آقا بیا تو داری این برنامه رو داری، مخاطبین خوبی داری، فلان داری، مردم رو یه جوری تحریک بکن که بگو این کشور، این حکومت اصلاح پذیره. من میگم آها این حکومت 100% اصلاح پذیر نیست، فقط سرنگونیه که میتونه ملت ایران رو نجات بده. تو نظرسنجیامون هم همینه گفتیم. کل داستان در مورد این حرامزاده این بود. و جالب اینجاست امروز وقتی که این اتفاقات افتاد، فرشاد همکار عزیزمون فرشاد آشور برگشت که پیمان شماره ایناشو بده، من سریع باش ارتباط میگم. امشب اینو داش خامش میکرد، باش صحبتم کرد، داش خامش میکرد اینو امشب برداره بیاره تو برنامه. یعنی قرار بود امشب این مهمان برنامه ما باشه و فرشاد بهش گفته بود که تو بیا مهمان برنامه شو، ما خودمون با پیمان بهبودی خوب نیستیم، بیا تو برنامه بهش فوش بده، چون برنامه زنده است ما نمیتونیم قطع بکنیم فلان بکنیم، آقا رو ببر بالا کلاس بده، آقا رهبر منصوری فلان سوراخ اینا رو بده بالا، پیمان بهبودی رو بزن. ما راضیش کرده بودیم اینو بیاریم اسکلش بکنیم تو برنامه، ولی متاسفانه این خبر اومد، گفتن حفاظت اطلاعات این رو گرفته، اون زن اون مرده رو گرفته. حالا اینا 8 نفر بودن، بعد بره دو تا رو یکی رو گرفتن، باید برن 7 تا زن سرهنگ و سربان و سرگرد و دیگر رو بگیرن. اطلاعاتش به محض اینکه به دست ما رسید عزیزان، ما حتما خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. این از ماجرای امشب. قرار بود ایشون مهمان ما بشه، آقای چکش زن، ولی خب دیگه براش این بلا سرش آمد. حالا امشب و بره زر آب خونک. و جالب اینجاست تمام مسئولیت ها رو هم ازش گرفتن، این جالبه، حقش بود. خب دوستان یه اتفاق دیگه که من خیلی خوشحال شدم اینو شنیدم، امروز شباک یعنی دستگاه امنیتی اطلاعاتی داخلی اسرائیل و ارتش اسرائیل رسما اعلام کردن که این مرد محمد زیف کشته شده. محمد زیف همون فرمانده تروریست های حماس بود، مغز متفکر حماس بود که نفر دوم بود، یعنی در کنار اون مرد یحیی سنوار که 7 بار میخواستن ترورش بکنن که خلاصه جون چه میدونم میگن فلان داشت، 7 بار فرار کرد بود، ولی این دفعه دیگه الان رسما همین چند روز پیش اون بمبی که زدن، گفتم 7 تا بمب زدن، یکیش سنگر شکن بود که اگر احیانا از زیر اون خونه بره تو زیرزمین، تو زیرزمینم بکشنش، اینا اون روز زدن، ما اعلام کردیم کشته شد، ولی گفتن ما هنوز شک داریم. اما امروز دیگه اعلام کردن که ما میتونیم 100% بگیم کشته شده. چرا؟ چون همون روزی که زده بودن اینا میدونستن زدن کشتنش، ولی انقدر حجم انفجار زیاد بوده که میگفتن این 40 تیکه شده بوده، یعنی جنازش متلاشی شده بوده. حالا دیگه دستگاه امنیتی هن نمیدونم اون عوامل جاسوسیش یه تیکه گوشتشو برداشتن بردن دی ان ای و فلان، دیگه خلاصه فهمیدن که این حرامزاده هم کشته شد. اما اتفاق بعد جالب دیگه ای که افتاد، این من واقعا متاسفم، ما ملت بزرگ ایران، ما ملت با پیشینه چند هزار ساله ایران گیر یک مشت آخوند کونی کونی کسافت و آشغال افتادیم که مثلا پری روز وقتی این حوثی ها با یکی از این قارقارک های جمهوری اسلامی تونستن تل آویو رو بزنن، محسن رضایی اون مرده امام جمعه موقت تهران و دیگران آمدن چنانی اینها رو بزرگ کردن، برادران دینی ما در نمیدونم یمن توانستن کاری بکنن بزرگ و کارستان، چه کار بزرگ و فلان، اینها انقدر خودشون پست و کثیف هستن، آدم هایی که یه ذره از اینها مثلا یه ذره بین بد و بدتر مثلا یه ذره بدترن، میگن آه اینا دیگه مثلا خدای ما هستن، که اون شد دیدید که اینها رفتن با F-35 زدن خوار مادر الهدیده چیه اون اون شهر رو زدن در و داغون کردن، مخازن سوختشون رو زدن. امروز میگو بکش بکشه تو جایگاه های سوخت تو اکثر شهرهای یمن به خاطر کمبود سوخت داشتن همدیگر رو بالا میرفتن. خب آخه آشغالا، آخه حرامزاده ها، شما وقتی در حد و اندازتون نیست، من همیشه به اینا میگم دامن شلواری، بعضیا به من میگن آخه تو عصر اطلاعات و ارتباطات میان از این دامن شلواری ها میپوشن یه خنجر میذارن اینجا، خب اینا دیگه آخه یعنی چی؟ یعنی خدا وکیلی اگر روح شاد شاه اگر بود اینها رو واقعا آدم حساب میکرد به نظر شما؟ که الان این آخوندهای کثافت تمام پول شما مردم رو برداشتن به اینها دارن میدن، اینها رو اینقدر تاج سرشون کردن، بفرمایید
با یه حمله اسرائیل زدن خارمادر اینا رو صلوات کرد. امروز قحطی اومده، اینجا هم نوشته به طور رسمی اعلام شد اینجا بحران سوخت در یمن بعد حملات اسرائیل به تاسیسات نفتی حوثی‌های یمن. خب جالبه اینجاست، حالا جمهوری اسلامی بردار بله نفت و گاز مردم رو بردار، دوباره کشتی بزن برو به اینها بده، شما که در بحث خواهی مالی دیگه در رأس قرار دارید. آقا امروز تیم پناهنده های سازمان ملل وارد فرانسه و همین برای بازی های المپیک شد. یک اتفاق بسیار بدی رو که من داشتم نگاه میکردم که کل خبرگزاری های این بر آلمان و فرانسه و چه بودم همه جا داشتن این خبر رو میزدن، میگفتن که تعداد نفراتی که آمدن یعنی همین پناهنده ها که سازمان ملل اینا رو به عنوان یک گروه برداشته تیم ورزشکاری برده کلن 37 نفرن. از این 37 نفر نصف بیشترش ایرانی میگه هستن. ای خاک بر سر تو رژیم جنایتکار آخوندی، ای خاک بر سر که تو با جوانهای قهرمان ما ورزشکار ما نام‌آور ما چه کار کردید که همه از اینجا فرار کردن رفتن به عنوان اینا باید افتخار آفرینی میکنن برای کشور ما، فرار کردن رفتن اون بره آب دارن برای یه تیم سازمان ملل پناهندگان وارد بازی‌های المپیک میشن. خیلی جالبه، اسمشون رو بذار بخونم. امید احمدی صفا بوکس، قهرمان بوکس، متین بالسینی شنا، محبوب جرفی جودو، سعید فضل‌الله کانو سرعت، یکتا جمالی وزنه‌برداری، ایمان مهدوی کشتی آزاد، کسرا مهدی پور نژاد تکواندو، دینا پور یونس تکواندو، امیر رضا نژاد کانو، محمد رشنو نژاد جودو، سمن سلطانی کانو کانو سرعت، هادی تیران ولی پور تکفاندو، جمال ولیزاده کشتی فرنگی و درسا یاوری وفا بدمینتون، ورزشکاران ایرانی عضو تیم پناهندگان در بازی‌های المپیک تابستانی 2024 پاریس شدند. ای خاک بر سر شما کثافت‌های حرامزاده، قهرمانان ما رو، جگرگوشه‌های ما رو، عزیزای ما رو از کشور فراری دادید، بعد این سرداران کثافت شما این کم افتادید تو جون هم، همدیگر رو دارید می‌کنید. لعنت خدا بر شما. بعدم برمیگردید میگه اصلا ما برامون مهم نیست 80 میلیون مردم ایران برن از این کشور، ما همین چند میلیون هستیم، همه اسلامی، همه ذوب در ولایت هستیم. ولایت شما وقتی حمام منصوری دوزار میداده سوراخ و آبکش شده دیگه، میخواییم واقعا شماها علیه السلام باشید که نیستید. خدا از شما نگذره، این طبیعت واقعا باید به زودی بزنه گردن شما رو. اما یک اتفاق جالبی هم امروز افتاد، بذارید این هم بگم در مورد جناب آقای مسعود پزشکیان. خب بذارید اول اینو بخونم بعد در مورد پزشکیان. پزشکیان هم امروز یه تیکه به ما انداخته وقتی بلند شده رفته تو مجلس، اینم جالبه بذارید من به شما بگم، تو مجمع نمایندگان گیلان به اونها تیکه انداخته. یه دوستی بر من از خوزستان این رو فرستاده، من بهش گفتم حتما من امشب این پیام شما رو میخونم، من چاکر بچهای آبادان و خوزستان و اینها هستم، ما مخلص شما هم هستیم. دیدم نقد کرده، گفتم حق با شماست. نوشته با عرض سلام و خسته نباشی جناب بهبودی، خواستم خدمتتون عرض کنم که بنده یکی از مشتاقان و علاقمندان برنامه‌های حضرت عالی از استان خوزستان هستم، ضمن اینکه به نحوه تفکرات سیاسی شما نیز نزدیک میباشم. تقریبا میتوانم بگویم که برنامه‌های هر شب شما را دنبال میکنم، اما تا به حال از تمامی اقوام ایرانی یا استان‌های ایران در فرمایشاتتان صحبت کردید به غیر از استان خوزستان؟ آیا این نادیده گرفتن استاد ما هم آن هم استانی که مرزدار این خاک و بوم بوده و در زمان جنگ جانانه در مقابل عراق با تقدیم 22,000 شهید خود را به کشور ثابت کرده دلیلی خاصی دارد یا اینکه سهفن است؟ ممنون میشوم جواب بنده و هزاران مشتاق برنامه های شما از این خاک را بدهید. آقا ما چاکر شما هم هستیم، شما عزیزان ما هستید، شما به گل سر ایران هستید، شما شرف ایران هستید، من مخلص شما هم هستم. من اگر شایدم تا به امروز حرفی نزدم خبری از اون ور به دست من نرسیده، یا البته من بعضا در مورد آبادان و اینا هم چند وقت پیش صحبت کردم، فکر کنم شما
بیننده برنامه ما نبودین که برگشتن گفتن که مثلا قبل از این فتنه 57 آبادان کجا و اروپا کجا، الان برید نگاه بکنید ببینید مثلا وضعیت چطور شده که جمهوری کثافت اسلامی اصلا به این استان عزیزم خوزستان که اینقدر مردم با شرف و غیرتمند داره کمتر توجه کرده. خاک بر سر نماینده هاش هم که همه دستمالدار علی خامنه‌ای هستند و به فکر مردم خودشون نیستن. ما مخلص شما هم هستیم، مطمئن باشید صحبم بوده، من که تعمدن کاری نمی کنم، من چاکر شما هم هستم. اتفاقا من تو همین اینجایی که زندگی میکنم یکی دو تا دوست آبادانی، یه دوست آبادانی دارم و خیلی هم اسمش هم میلاده، خیلی هم دوستش دارم، عزیز منم هست و مطمئن باشید من با شما هیچ مشکلی ندارم، شما عزیز من هستید، بالای سر منم قرار دارید. من چون قول دادم امشب برنامه، فکر کنم شما بیننده برنامه من هستید، سلام من به تمام مردم عزیز خوزستان، بچهای خوب آبادان. و این که گفتم حالا امشب اینو حتما بگم که شما یه ذره خلاصه حالتون خوب بشه و بدانید که من واقعا با کسی مشکلی ندارم، اصلا ندارم، اصلا ندارم. خب اما امروز مسعود پزشکیان بلند شد و رفت تو مجلس که دیگه بتونه کارو تمومش بکنه، خدافظی بکنه و فلان و بسار و اینها، که بره مثلا حالا بعد از چه میدونم به قول گیلکاب یک اصطلاح گیلکی بی‌ادبانه نمیدونم بگم نگم، مادر بزرگ من خیلی میگو مثلا یه کاری وقتی دیگه همه چیز گذشته بود، دیگه کار از کار گذشته بود، تازه ما میگفتیم میخوایم یه کاری رو انجام بدیم، میگه او بعد از فراق نوغان تیفلان سراغ قربان مثلا، خب اینجوری میگفت. الان هم داستان اینجوری شده، اصلا این کل این ایام باید میرفت پشت میز میشست وزرای خودش رو انتخاب میکرد فلان میکرد، چون از اونجایی که یه حمال دست نشانده از علی خامنه این رو به عنوان مترسک انتخاب کرده و هیچ اختیاری از خودش نداره، تو این مدت دیدید که همش یادی تو این دهه محرم و فلان یا همش این ور غش میکرد یا اون ور بیفته یا ببخشید میرفت اون ور مرثیه میخوند یا میرفت اون داستانها رو انجام میداد و اینها، یک بار ننشست. تازه امروز بعد از فراق نوغان رفته بلند شده تو مجلس و اینها که آقا بیاین من خداحافظی بکنم، میخوام بلندشم برم و فلان و اینها. و جالب اینجاست، حالا میگم که امروز علی خامنه ای هم دیداری که با این نماینده داشت به اینها چی برگشته گفته، تمام صحبتاشو وقتی من امروز داشتم گوش میکردم مملو از استرس بود، مملو از استراب بود. و جالب اینجاست تو صحبت‌های خودش یه جا برگشت گفت که جناب آقای پزشکیان حفظ الله، یعنی الله اینو حفظش بکنه، این یه معنی خاصی داره، یعنی تو الان تحت الحفظ نیستی، من نماینده اون خدای ساختگی هستم، وقتی زبانش هستم از زبان اون حرف میزنه بیرون و فلان و اینها، من باید نماینده اون بر روی زمین هستم، باید تو رو حفظ بکنم، حواست باشه، حواست باشه، جایی که پاتو از گلیم خودت درازتر کردی میشی میری پشت سر جناب آقای پروفسور رئیسی، چند وقت نیست دلمون براش تنگ شد، پروفسور تو رو میفرستیم همون خوب تبریزی هم هستی، میفرستیم تو همون باغ و بلاغ آذربایجان شرقی. حفظ الله رو تا حالا برای هیچکی به کار نبرده بود، یه مار خوشخط و خال، یه کینه، یه کثافتی این علی خامنه‌ای دو نداره. امروز اینو گفت، اصلا تحلیلگرها شوکه شدن در موردش، همینجور دارن بحث میکنن اون حفظ الله به پزشکیان گفته، یعنی اینکه تو فعلا الله تو رو نگه حفظت کرده، هر وقت میخواد خلاصه تو رو هم میفرسته برای باقیات و صالحات خودش. این از این ور. امروز وقتی جناب آقای پوزیده یا همین ظریف جمهور یا همین پزشکیان بلند شد و رفت بود مجلس و اینها، با همه داشت خوش و بش میکرد که آما مثل شما این مفلان، به قول رضا کیانیان این بازیگره، امروز بهش گفت آه این کاپشن پاپشن رو بکن، این گرم هوا هیچ مشنگی کاپشن میپوشه، آخه تو پوشیدی اینو بکن، کتشلواری فلانی. پیش خامنه‌ای هم رفته بود به قول گیلکا زالاش آوردو، یعنی داشت غش میکرد، پاشو دراز کرد و این میخواد به شما حاجت بده، من اینجا هستم شما هم اینجا هستید. خلاصه امروز وقتی بلند شد رفته با نماینده ها صحبت کرد و اینا، نماینده های گیلان و مازندران تحت عنوان مثلا یه مجمع یوهو اومدن سمتش، مثلا با خنده و شوخی آقا داری میری به هر حال رفتی اونجا هوا رو داشته باش، ما امکانات میخواییم، ما فلان میخواییم و اینا. این برگشته نماینده های گیلان رو، ببین چقدر آدم خریه،
چقدر آدم بی سیاستیه این، بعد چجوری میخواد مثلا ضریب جمهوری یک مملکت برای من جالبه. برگشته به اونا گفته که به 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 از دیار معاند پرور اومدید شما. به کیا گفته؟ به این نمایندگان گیلان. اینها همه تعجب کردن، گفتن که آقا درست صحبت کن، ما تو استان گیلان این همه شهید برای خاک کشورمون دادیم، معاند پرور چیه؟ گفتن همین پسره دیگه، پسره الدن که اومد به دختر منو بس با یه آشغال دیگه فلان. بعد اینا فهمیدن که ما رادیو گیلان پیمان بهبودی رو میگه. این خبر چجوری به دست من رسید؟ دوستان رفته بودن یک جا نشسته بودن، یکی از این آقایان نماینده رفته بود جایی نشسته بود، بچه های ستادیش هم جمع بودن. من چون گروه بالای 40-50 نفر، حالا حفاظت تا بره اینا رو بگرده پیدا بکنه کی با پیمان بهبودی ارتباط داره، من اینو دارم تقدیم شما میکنم. اگر واقعا یک جایی این اتفاق میفتاد که من هیچ وقت این رو اصلا افشاگری هم نمیکنم، چه بسا خیلی اتفاقات در روز میفته اطلاعاتش رو دوستان به من میدن، ولی چون میدونم بعد از این که چون همه الان 1600-700 نفری که دارید منو نگاه میکنید 50 نفرش اطلاعاتی نشستید که دارید نوت برمیدارید من از کی چی بگم، فردا برید این سگ حاجی فرج پاچه طرف رو بگی. حالا کار ندارم. میگه برگشته به اینها گفته که آره شما از دیار معاند پرور اومدید و فلان. گفته معاند پرور کی؟ گفته همین پسره لات خبرنگار گیلانی دیگه فلان. بعد یکی از این نماینده ها برگشته بهش گفته که مردک، اولا که درست صحبت بکن، دوم این که ما شنیدیم این خبرنگار حالا درسته تو گیلان زندگی میکرده ولی بچه محل توی ماله، مثلا اینم ترکه مثل تو فلان. گفت نه به هر حال تو این انتخابات خیلی منو ضربه زد، به دختر پاک من حرف زد. من مگه به دختر تو گفتم ببخشی لنگ تو برای کسی بالا دادی؟ من گفتم دختر تو هنوز نه به داره نه به باره آمده، مثل اون زنه رئیس محیط زیست کی بودین تو دولت خاتمی اسمش ابتکار، گفتم هنوز نه به تاره نه به بار، روز اول رفتید ثبت نام بکنید، خیلی یه چادر معمولی گذاشت دور یه مقنعه معمولی اومدید ثبت نام کردید رفتید. بعد از اون که دیگه فهمید علی خامنه‌ای میخواد باباشو بکنه رئیس جمهور، چنانی نمیدونم از این چادرهای شرمن و از این مقنعه‌های رنگی مثل اون ابتکار گذاشته بود که من بهش گفتم آه یواش یواش هی یواش، من افسار شما رو کشیدم، من ببخشید نگفتم که مال من بشه و فلان، داماد تو صادقه، صادق اگر یه چیزی میگو باشه، من که توهینی نکردم حرفی نزدم. به هر حال نشون میده که اینها از اون بالا تا این پایین. خیلی جالبه چند وقت پیش یکی میگو آقا پیما ما رو برداشته بودن برده بودن اونجا، اولین سوالی که از من میپرسیدن میپرسن شما عضو کانال رادیو گیلان هستید؟ اون آقا تروریسته، من اون آقا تروریسته. خب اینا میکنن، اینا آدم میکشن، بچه های ما رو تو کف خیابان میکشن، من میام اینجا چون زرد پرت اینا رو میریزن بیرون، من میشم معاند و تروریست ضد انقلاب و اینها، اونا میشن زبان خدا، دست بیل خدایی که به قول خودشون پشت ابرها نشسته فقط داره علی خامنه‌ای رو باد میزنه. خلاصه این حرفم زدند و اینها، بعضی از نماینده‌ها یه ذره ناراحت شدن، نماینده‌های بعد مازندران اومدن گفتن آقا این حرفی داری میزنی فلان میزنی، حالا اون معاند فلان و اون ور آب نشسته، تو اگه می‌خوای حرفی بزنی به اون، این که مثلا میگه استاد نه که همینجوری با اینا که شیله، اینا الان رفقای من هستن، لات بی سر و پای خر رو برداشتن گردن ضریب جمهور، این می‌خواد از این به بعد آدم بشه. 15 روز چند روز الان از این بحث سیرک انتخابات گذشته، نه وزیری معلومه. من 5 روز دیدید که اومدم لیست رو براتون خوندم، لیست نصفشو علی خامنه‌ای انتخاب کرده، نصف رئیس قوه قضاییه و قالیباف انتخاب کرده، یه 4 تا دونه وزارت خونه پشمکی اونجا مونده، اونو ظریف داره سنش بکنش پنالتی میزنه با پارتی بازی 4 نفر رو بردارن خودشونو بیارن بره. این قراره مثلا بشه یک حکومتی، یک دولتی که تا چند وقت دیگه به شما حال بده. همین امروز یکی از دوستان، من فردا صبح گزارشایی که به دست من رسیده میدم رضایی اینا بزنن برید نگاه بکنید، همین امروز صبح یکی از بنکدارا کلفروشا برای من لیست فرستاده. آقا پیمان من به شما گفته بودم که قیمت قرار قیمتا چی بشه، قیمت نمیدونم خرما و کنسرو و نخود و آلو و لولو و همه چندین برابر رفته بالا، چندین برابر رفته بالا. امروز هم که دید خار مادر بورس و اینا سلاوات، بورس کاملا قرمز شده بود، من دلم سوخت. امروز یه خانومی گفت من بازنشسته فرهنگی دار و ندارم و طلام و فلانم و همین خامنه‌ای بی‌ناموس به ما گفت بیاین تو بورس سرمایه گذاری بکنید به همه جا میرسید فلان.
من برداشتم این چوس مسخال پولی رو که داشتم بردم تو بورس گذاشتم، بدبخت شدم. الان همین مقدار پول کمی هم که از اون بورس که همه رو از من خوردن بردن یه ذره دیگه مونده، امروز فهمیدم که دیگه بورس واقعا نابود شده، بخواستم برم بگیرم و فلان و اینها، میگن نمیتونید بگیری. یعنی همین پولم هم به شما نمیدن، پول شما رو با کمال قلدری از شما گرفتن، از جیب شما در آوردن، شما دیگه صاحب پولتون نیستی. بورس اونم تو جمهوری اسلامی یه جور خواب و خیاله فعلا. اما امروز اینم خیلی جالب بود که میگفتن 83% کاربران در ایران از فیلتر شکن استفاده میکنن. بعد وزیر ارتباطات میامد میگفت ما دستمون اصلا تو کار نیست، فیلتر شکن نه ما نیستیم، اینها اراذل اوباش هستن فیلتر شکن و فلان. 83% مردم ایران میدونی چه ترنوول مالی داره، چه سودی توش داره؟ طبق گزارش کرده اندیشکده حکمرانی شریف و نظرسنجی ایسپا، 83% کاربران ایرانی از فیلتر شکن استفاده میکنن. یعنی مقرراتی وضع کردن که بیش از 60 میلیون مخالف داره. شما گفتید که اصلا خلاف هر کی بره بخواد از فیلتر شکن استفاده بکنه. 83% میرن از فیلتر شکن استفاده میکنن، تازه پولم دارن میدن. آقا رفراندوم به چی میگن؟ رفراندوم به چی میگن؟ اینا میشه یه جور رای گیری، میشه یه جور رفراندوم دیگه. نظرسنجی خودتونه، ایسپا مال خود شماست، مال ننه من نیست. وقتی میگن که آقا نرید نخرید، اگر بخرید تخلف اعلام میشه بلا، 83% مردم ایران میرن، یعنی 83% به شما نگفتن، تموم شد رفت پی کارتون. اما امروز علی خامنه ای هم جالب بود تو صحبتاش، گفتم به این گفت حفظ الله، امروز داشت علی خامنه ای منت میکرد، تمام استرس با استراب میگفت آین نماینده نری بحث بکنید فلان بکنید، هر کسی رو که این داره ون میداری میاره تو برای وزارت، همه رو خودش انتخاب کرده دیگه، گفت همه رو سریع تصویب بکنید بذار کار دولت را بیفته. خودش فهمیده دیگه اوضاع خیلی بیریخته، خود علی خامنه ای فهمیده اوضاع خیلی بیریخته. ما که لفظو زدیم، ما لفظ زدیم، گفتیم تا پایان سال، تا پایان همین 2024 دیگه چند ماه دیگه بیشتر نمونده. خب حالا اینا خودشون هم فهمیدن. امروز یک دستگاه امنیتی، بذار اینم به شما بگم، این جالب، حالا میگم که چرا من مثلا دارم میگم که امروز این تماما استرس داشته و میدونه داستان چی و فلان. اینه، امروز یکی از دستگاه‌های امنیتی کشورهای حوزه خلیج فارس، من میگم عربستان، چون عربستان نسبت به دیگر این کشورهایی که دور و برش هستن دارای سازمان امنیت اطلاعاتی قوی، جاسوس قوی داره، گفته به اسناد و مدارکی رسیدن که ایران جمهوری اسلامی داره خودش رو برای یک جنگ فرسایشی آماده میکنه. بعد پدرتون لعنت. شما فکر میکنید این جنگ میشه جنگ با عراق و فلان، مردم میان پشت شما؟ یک نفر از این مردم نمیان پشت شما. شما باید همین اراذل اوباش و گاو و گوسفندی که طرفدارتون هستن بفرستید برای جنگ. اسرائیل هم دیدید که دیروز اومد مواضع حوثی ها رو زد، چی گفت؟ برید نگاه بکنید صحبت های نتانیاهو رو هم برید گوش بدید، خیلی جالب بود. خب اومدن گفتن که ما دیروز 2100 کیلومتر با 12 تا F-35 و یه بوئینگ 707 سوختبر بلند شدیم، رفتیم کجا؟ 2100 کیلومتر رفتیم، رسیدیم به یمن، موازه ای رو از حوثی های یمن زدیم که تا الان آمریکا و انگلستان خایه نمی کردن بزنن. چرا؟ چون اون بندر الهدیده که زدن و کنارش همین مخازن انرژی و کوفت و اینجور چیزها بود، اون بندر شناخته شده بود از نظر بین المللی به یک بندری که کمک های حقوق بشر دوستانه می دادن به این تروریست ها، و آمریکا میگفت نه ما اگر بزنیم بحث بشر دوستانه میشه تو سازمان ملل، اما اسرائیل گفت برید گورتون رو گم بکنید من خودم میزنم. آمد زد پدر اینها رو در آورد. حالا دیشب جالب بود، همین مسئولین ارتشش، مسئولین خود دولتش و وزیر خارجش که آقا ما اومدیم زدیم 2100 کیلومتر، برای ما یه جور آزمایش بود که یه درسی به بعضی ها بدیم. بعد آمدن یک نقشه خاورمیانه رو آوردن، گفتن از اینجا
تا یمن 2100 کیلومتر، ولی از اینجا تا اصفهان ایران 1600 کیلومتر. ما وقتی از اینجا رفتیم، میگم ما تمام این دیر برنامه ای رو که ریختیم رفتیم آمدیم، میگه ذره ذره در موردش فکر کردیم، ذره ذره در مورد اسرائیل میگه ذره ذره در موردش فکر کردیم. یعنی چی؟ میگه ما اولا که هواپیماهای خودمون رو روس فرستادیم، خب میگه تو مصر همه مشاهده کردن هواپیماهای ما که دارن میرن، اینا که برای هواخوری داشتن نمیرفتن، تو 12 تا F-35 و یه بوئینگ غول‌پیکر 707 تو آسمان باشن میفهمن دارن میرن یه کارایی بکنن. بعد میگه فیلم از ما گرفتن، تو فضای مجازی گذاشتن، یمن فهمید ما داریم میایم، هیچ غلطی نتونست بکنه. روز روشن رفتیم، بالا سرشون هم رفتیم، مواضع حساس و حیاتیشون هم زدیم که خواستیم یک پیام بسیار بزرگ و باحال بدیم. به کی؟ بدیم به علی خامنه ای بی‌ناموس، که علی خامنه ای ما وقتی میریم 2100 کیلومتر میریم تا اونجا، اون الهدیده، اونجا این مواضع کاملا محرمانه و حساس اون حوثی های دامن شلواری رو میزنیم، اینجوری آبگوشتشون میکنیم، تو که دیگه عددی نیستی، تو 1600 کیلومتر همینجا بغل گوش ما هستی. خب الان دستگاه های امنیتی خیلی جالبه، آمدن گفتن که ما به اطلاعات و فلانی رسیدیم، جاسوس های ما برای ما جمع آوری کردن. شما فکر کنید جاسوس های اینا کیا هستن؟ مثل همین سرداران سپاه. اینکه اسرائیل به راحتی بلند میشه میاد داخل کشور عملیات میکنه، بلند میشه میره، اینکه کشورهای دیگه دارن راحت جمع‌آوری اطلاعات میکنن، شما فکر میکنید جاسوس مردم عادی هستن؟ مردم عادی که دنبال گرفتار پای مرغ و حقوق ندادهشون و صفهای طویل مدت و 67 ماهیانه اون چیه، یه چیزی میدن، یارانه و ایناشون هستن. اینا که جاسوسی بلد نیستن. جاسوسی رو کی میکنه؟ همین سرداران سپاه، همین بی‌ناموسی که اصلا هیچ عرقی نداره، هیچ وجدانی نداره، وقتی میره 8 تا زن سرهنگ رو جور میکنه میاره تو خونش، تو اون جایی که با زن خودش، یعنی اون قداست داره اون تخت خواب، وقتی اون رو ور میداری 8 نفر رو میاری اونجا لنگار رو میدی بالا، تو بی‌ناموس‌ترین فرد روی زمینی. بعد حالا پای پیاده برو پیش امام حسین، پای پیاده برو مقعد خمینی. خب شما کثافتید دیگه، مثل شما خیلی بیشتر هستن. اینها یک یه دونش از هزارانی که ما هی منتشر میکنیم و هی پخشش میکنیم. خب این دستگاه امنیتی اومده گفته که ما چند وقت پیش اومدیم خدمت شما هم عرض کردیم، گفتیم همین الان یه خانومی بود از اصفهان گفت که همسر من نظامی مال نیروی زمینی سپاس و اینا رو خواستن، دارن دستبندی میکنن میفرستن لبنان و فلان به صورت محرمانه. این داستان الان اینجا گندش در اومد. این دستگاه امنیتی جاسوسی یکی از این کشور، حالا عربستان ما بگیریم، شاید برگشته گفته که آقا ما به نتایجی رسیدیم، جمع‌آوری اطلاعاتی کردیم که جمهوری اسلامی دنبال یک جنگ فرسایشی با اسرائیله. خب آخه بی‌ناموسا، برای چی وقتی ملت ما نمیخوان؟ چرا میخواین که خب جنگ فرسایشی یعنی چی؟ دوباره مثل عراق 8 سال جنگ، دوباره اینا 8 سال بگن آقا ما در بزنگای تاریخی هستیم، در پیچ تاریخی هستیم، مردم ساکت، حکومت نظامی بیرون نیاین، گریه کنید، هر هفته شهید بیاریم، دوباره تابوت بیاریم، آره بر پدرتون لعنت. مردم دیگه این دفعه شما رو واقعا نمیخوان، شما رفتنی هستی تا چند ماه دیگه. خب از طرف دیگه اسرائیل هم اعلام کرد، جناب آقای نتانیاهو هم اومد اعلام کرد، گفت شما شک نداشته باشید ما با حزب الله می جنگیم. دیدید که همین امروز هم مواضع حزب الله رو زدن دهن اینا رو سرویس کردن. برای اولین بار یکی از بزرگترین زاغه‌های انبار مهمات حزب الله رو زدن، که چند تا از اینا رو هم اونجا کتلت کردن یکی یکی، و حزب الله هی داره بیانیه میده اینا نیروهای ما که امروز اینجوری کشته شدن. نتانیاهو وزیر جنگ آقای گالانت وزیر دفاع برگشت گفت که ما حتما با لبنان وارد جنگ خواهیم شد و این جنگ ما با لبنان نخواهد بود. جنگ ما با کی خواهد بود؟ همین حرفی که وزیر خارجه اسرائیل ساعتی پیش آمد توییت کرد، گفت الان دیگه سر مار تو تهران، ما باید اونو بزنیم، تمام شد رفه کارش. گفت ما صنعا رو میزنیم، میگیم کی به اینها داره کمک میکنه؟ جمهوری اسلامی. ما اینا رو میزنیم تو سوریه، نیابتی ها رو میزنیم، کی داره کمک میکنه؟ جمهوری اسلامی. ما داریم تروریست های حماس رو میزنیم، کی داره کمک میکنه؟ جمهوری اسلامی. ما داریم لبنان رو میزنیم، کی کمک میکنه؟ جمهوری اسلامی. ما نیابتی های عراق رو میزنیم، کی داره کمک میکنه؟ جمهوری اسلامی. تموم شد دیگه آقا، الان سر مار تو ایرانه، تو تهران ما باید بزنیمش. آمد پیام داد، خود آقای نتانیاهو هم گفت ما استارت جنگمون رو با قدرت با لبنان خواهیم زد، ولی این جنگ ما با لبنان نخواهد بود. یعنی چی؟ یعنی با ایران است. و جالبم اینجاست
سخنگوی ارتش بود، فلان بود، چند وقت پیش آمد گفت که آقا ما حتی تحریزی ها و برنامه ریزی هامونو با جنگ احتمالی با ایران رو هم حتی طراحی کردیم که در ابتدا به ساکن بخوایم استارت بزنیم کدام مکان، میگه حتی مکانهایی رو هم ما برنامه ریزی کردیم برای زدن که کجا رو میخوایم بزنیم، نه اینکه بیان فردا میدان آزادی رو بزنن. نه تو حرفایی که داشته میزده، تو اون اشاراتش که من برام خیلی جالب بود، تو همین یه دونه از این کانالای تلگرامی شما اسرائیل به اسرائیل ندم چی بود، تو اونجا زده بود گفت ما حتی نشان نقطه گذاری کردیم کدوم مراکز حساس و نظامی و نمیدونم فلان جمهوری اسلامی رو بزنید. آقا بزنید، بزنید. ما اتفاقا یه دونه من نظرسنجی میذارم ببینم مردم چی میگن. شما کاری به کار مردم ایران نداشته باشید، بزنید، مردم با شما همکاری هم میکنن. شما دشمن ما نیستید، نه آمریکا دشمن ماست، نه اسرائیل دشمن ماست، نه عربستان دشمن ماست، نه آذربایجان دشمن ماست، هیچ کس دشمن ما نیست. دشمن ما مردم ایران، جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای و سلام، با همین سرداران کثافت و حرامزادش که شما دارید الان میبینید. ما یکی یکی داریم این فیلماشون رو پخش میکنیم. خب یه دونه از این بازنشسته‌ها رو هم بخونم اگر اجازه بدید دیگه برنامه امشب رو. ما می‌خوایم برنامه امشب رو فام بکنیم، سردار رو بیاریم، اسکلش بکنیم. مردار اومد حفاظت اطلاعات گرفت ورداش برد. حفاظت اطلاعات نیامد گرفت به وردار ببره، فهمید که ما دیگه داریم یکی یکی آبروشو بیشتر از این می‌بریم، به خاطر اینکه آبروی خودشون و گند اون زنای دیگه در نهایت اینا رو ورداش برد. یه بازنشسته نوشته وقت کشی نمی کنیم. امروز دیدید که تو اقصا نقاط کشور دوباره بازنشسته ها بلند شدن آمدند، دوباره اینا رو همه رو ما تو تمام استان ها دیدیم. درود به شرفتون، بیاین. هر کی میگه اشتباس نکنید، نه خیلی هم خوبه، بیاین. فرهنگیان شما هم بیاین، مخابرات شما هم بیاین، بچهای نفت و گاز شما هم بیاین، بچهای جنبش های دانشجویی، دانش آموزی شما هم بیاین، همه پای کار باشید. این رژیم دیگه چیزی به آخرش نمانده، به سرنگونیش نمانده. این جدی دارم میگم دوستان، ما باید فعل خواستن رو بارها و بارها بگیم تا بهش برسیم. این که تو خونه بشینیم بگیم نه. من الان دیدم صادق تو کانالش یه گروه از بچه‌های نمیدونم حالا دانشجویی ان دانش آموزی ان چیان دوباره یه حجمه بسیار بزرگ تراکت پخش کردن، شعار نویسی کردن، دوباره دارن این کارا رو انجام میدن. عزیزان این کار رو بکنید. جمهوری اسلامی، من گفتم به همه اینایی که تو انقلاب زن زندگی آزادی اینا رو گرفت آورد، نمیدونم با اینها اینا رو تهدید کرد و فلان، میخوان یه کاری بکنن در نطفه خفه کنن. این اجازه رو بهشون ندید، اینها دیگه توانی ندارن. این بار شما به کف خیابان بیاین، این بار دوباره این مجموعه اقداماتون رو انجام بدید، اینا واقعا دیگه پس میافتن. دوستان بیایم کشورمون رو واقعا بگیریم. من که تا فردا صبح بلند شام هی برای شما فیلم سوپر پخش بکنم، شما ببینید بگید وای وای آخ وای وای، این به درد ما نمیخوره. من و همکاران ما جونمون رو گذاشتیم، وقتمون رو گذاشتیم دوستان، جونمون رو گذاشتیم. من روزهایی که عادی بچه‌ها میامدن دنبالم از یه مسیر عادی، حالا گفتنش درست نیست ولی بذارید بگم آخرش چی میخواد بشه. من امروز وقتی که این فیلم پخش شد ما رو 6 دور از این ور اون ور چرخوندن تا از اونجا به اینجا رسوندن. خب من برای من اصلا مهم نیست، اصلا هم نمیترسم، به جان یک دونه بچه‌ام اصلا نمیترسم. فردا هم منو بزنن حذف فیزیکی بکنن نمیترسم. من به خاطر شماها دارم میگم. حالا که ما از وجودمون، از جونمون، از خونمون، از کارمون، از وقتمون گذاشتیم، شما هم لطفا پای کار باشید. بذارید اینو بخونم دیگه برنامه رو تمومش بکنم. بچهای بازنشسته تامین اجتماعی نوشتن که وقت کشی نمی‌کنیم. با سلام، باز خانه کارگری ها از ربیعی، کمالی، محجوب، بادامچی و غیره دوربر رئیس جمهور، یعنی همین ظریف جمهور، میپلکن که صاحب وزارت کار بشن که در تمام دولت‌ها وزارت کار را به ارث بردن. همین بیمه آتیه سازان، آش نپخته آقای ربیعی است و عدم اجرای ماده 96 هم در زمان صدارت ربیعی و کمالی باشه. بزنید بخونم. مورد حمایت همه‌شان بود و یکی از این جناب و آن جناب معترض نشد که الان باعث شده صندوق خالی بشه و پرداخت حقوق‌ها به تعویق بیفته. دنبال این سمخواهان نمی‌افتیم. انتخاب ما چیزی به جز مطالبات ما نیست. تأمین رفاه و معیشت، اجرای کامل ماده 96 برای همه تأمینی‌ها، یعنی همین تأمین اجتماعی‌ها، همسانسازی بدون حقوق‌بازی، درمان رایگان. آقا ما خیلی مخلص شماییم، خیلی خوشحال شدم از اینکه امشب در خدمت شما بودم. مراقب خودتون باشید. من شیمی جانر ببینم تا درودی دیگر. بدرود.